بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و صحبه و مبالا ما, ما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان عزیز و گرامی خوشحالم که در یکی دیگر از قسمت های برنامه رهنمود سنت در خدمت شما عزیزان به موضوع جدید قرار گرفته در این برنامه و در این قسمت و قسمت های بعد انشاءالله در چند قسمت پیرامون مسئله تکفیر با هم صحبت خواهیم کرد ان الله و مشکل بسیار اساسی و مهمی که امروز جهان اسلام نیاز مبرم به آن دارد تا از قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم و اقوال ائمه و بزرگان این امت و سلف این امت پیرامون این موضوع آشنایی داشته باشند و بفهمند امروزه متاسفانه باید بگیم که ما در این باب افرادی را می بینیم که افراد می کنند بناحق به دین مسائل را می در این موضوع که در دین وجود ندارد و گروه دیگری به خاطر این که بیایند در برابر این افراد قرار بگیرند و یا به خاطر اهداف سیاسی و اهداف که نمیدانیم به هر حال در ذهن آنها چی میگذرد متاسفانه از باب تفرید در این باب داخل میشوند و اصلا مسئله تکفیر را و مسئله کافر دانستن افراد را حتی اینکه کافر باشه را نیز انکار می کند. و در مسائلی و در ابواب خاصی چنان تفریط می کنند که در پلوراریزم دینی داخل می شوند یا همان تکسرگرایی دینی به این معنا که اصلا چیزی به نام کفر نمیشناسند حتی اینکه اگر فرد یهودی باشد یا نصرانی باشد و یا حتی اگر اینکه بت باشد هم میگویند هر کس در راه و روش خودش به حق است و وارد بهش خواهد شد و کسی وارد جهنم نمی شود و برخی دیگر می آیند می گویند که نه مشرکین کافرند ولی یهود و نصارا را نمی توانیم کافر بگوییم حالا این افراد ها و این تفرید ها در جامعه وجود دارد که انشاء الله ما در این برنامه به طور تفصیل آنچی که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی آیه و حتی آنچه که از آیات کلام الله مجید در این مورد برمی آیه صحبت خواهیم کرد و همچنان در فهم این دو زلال از فهم و از برداشت ائمه بزرگوار و علمای اسلام و به خصوص سلف این امت استفاده خواهیم کرد ان شاء الله حالا اجازه بدین که کلید های بحث را به خدمتتان به صورت کوتاه توضیح بدم تا اینکه عزیزان متوجه بقیه موضوع و بقیه بحث بشوند ما وقتی میگیم تکفیر تکفیر یعنی کافر خواندن یا کافر دانستن طرف مقابل و اتهام کفر زدن بر طرف مقابل حالا چی به حق باشه چی به ناحق به این کلمه میگن تکفیر و تکفیری هم فردی است که از این منهج استفاده میکنه حالا به حق باشه یا به باطل که ما بعدا ان الله به تفصیل در موردش خواهیم پرداخت کفر چیست؟ کفر عبارت از چیست؟ چون فرد مادامی که مرتکب کفر می شود شخصی می آید و او را تکفیر می کند حالا به برداشت اون که این نفر کفر ورزیده کفر عبارت از چیست؟ آنچه که در معنای لغوی کفر گفته می شود کفر عبارت از پوشاندن است عبارت از ستر نمودن و پوشانیدن می باشد این معنای لغوی کفر می باشد که به معنای پوشانیدن معنا می دهد و شخصی که آنچه که در اصطلاح به آن کفر می گویند کسی که آنچه را پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از جانب الله آوردند چی کلش را و چی جزءش را انکار بکند با آن میگویند کافر با آن میگویند به این عمل میگویند کفر کمی جمله استفاده بکنیم سالمتر باشه به با این عمل میگویند کفر به آن چی که انکار آن چی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال آورده اند و یا انجام, اع... انجام, اعمالی که به آنها نواقض اسلام میگویند یا نواقض ایمان میگویند که ایمان انسان را و اسلام انسان را نقض میکنه از بین میبره این اعمال اعمال, اعمال کفری است این اعمال اعمالی است که وقتی فرد انجام میده یک حقیقت واضح را میپوشانه یک حقیقتی که همچون آفتاب روشن هست و واضح هست و قابل دیدن هست آن را انکار می کند و از آن چشم پوشی می کند بنابراین به این عمل می گویند کفر چون پوشانیده شده یک حق یک موضوع واضح و آشکار همچون آفتاب روشن انکار شده بنابراین به این می گویند کفر بینندگان عزیز و گرامی در باب کفر یا در باب تکفیر واضحتر بگیم سه فرقه بسیار اساسی و مهم هستند که یا راه افراط را در پیش گرفتند یا راه تفریط را در پیش گرفتند و یا هم راه اعتدال را گروهی که اینها افرات می کنند به اینها خوارج میگوید اصل این خوارج در حقیقت همان افرادی هستند که در سال سی و هفتم هجری قمری در رمضان سی و هفته هجری قمری مادامی که جنگ سفین اتفاق میافتد در میان معاویه رضی الله عنه و علی رضی الله عنه به خاطر برخی از منافقت هایی که منافقین می و در رأس آنها عبدالله ابن سبی یهودی و افرادش که میخواهند مسلمان ها را به جان هم بیاندازند و این که چه اتفاقات می افتد بعدا مسلمان ها به این نتیجه می رسند که باید با هم صلح بکنند و این جنگ را تمام ببخشند از طرف حضرت علی هم نفر میاید و از طرف حضرت معاویه هم فرد میاید صحابه میاید، دو تا صحابه با هم مینشینند که در این مورد صحبت بکنند وقتی این اتفاق می گروهی از این لشکر جدا می شوند که با آنها بعدا خوارج گفته میشه و حضرت علی را نعوذ بالله تکفیر می کنند. میگن علی کافر است چرا به این بهانه که الله در قرآن گفته و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هر کس که به آنچه پروردگار فرستاده حکم نکند کافر است میگن چرا علی راضی شد که حکمی دو فرد دو نفر به جایی که قرآن را معاویه و علی در میان خود حکم قرار بدن دو نفر را در میان خود حکم قرار دادن پس اینا کافرند نعوذ بالله که بعدا مناظره ابن عباس رضی الله تعالی با این مردم اتفاق میفته که شاء الله جزی از آن مناظره را بعدا به خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد حالا اینجا را داشته باشند بینندگان عزیز و گرامی اولین گروهی که در حقیقت به تکفیر مسلمان ها و به قتل مسلمان ها و به مباح دانستن مسلمان ها اتفاق کردند و جمع شدند و گروهی تشکیل دادند خوارج بودند که به اینها خوارج میگویند اینها معتقدند که هر کس گناه کبیره مرتکب بشه کافره در دنیا با او معامله کفر میشه کافر میشه بدون اینکه شروط بر او جمع بشه حالا اینکه خودش بحث گناه کبیره فرد مرتکب بشه کافر میشه یا نمیشه این یک بحث جدا است که بعدا با آن خواهم پرداخت اجازه بدید که اول عقیده این مردم را برایتان بگم اینها میگن که اگر کسی گناه کبیره مرتکب بشه کافر در دنیا با او همان رابطه ای که با کافر میشه با او صورت میگیره و در آخرت هم خالد و مخلد در آتش جهنم میمانه یعنی جاویدان در آتش جهنم خواهد ماند با انجام گناه کبیره گروه دیگری از اینها کمی آمدن پایین که به آنها میگویند معتزله این معتزله در یک موضوع با اونها با خوارج در حقیقت موافقند در این مورد که میگویند در آخرت فردی که گناه کبیره مرتکب میشه این فرد خالد و مخلد در جهنم میمانه یعنی در آخرت با او همان معامله ای میشه که با کافر اصلی میشه با کسی که گناه کبیره مرتکب بشه اما در دنیا میگن که به او مؤمن فاسق گفته میشه یا منزله بین منزلتین هست یعنی اینکه نه به او میتوانیم کافر بگوییم نه میتوانیم مؤمن بگوییم ولی در ظاهر با او رابطه رابطه مسلمان میشه و برخورد برخورد مسلمان میشه یعنی همان مزایایی که مسلمان در جامعه اسلامی برخورداره این هم برخورداره ولی در حقیقت نمیتوانیم نه با آن مسلمان بگیم نمیتوانیم میتوانیم با آن کافر بگیم که این خودش خنداوره از جمله مسائلی که آور هست و علما نقل میکنند یکی همین مسئله منزله بین منزلتینی که معتزلی ها دارند که میگن در آخرت خالد و مخلد در آتش جهنمه مثلی که خوارج میگویند کسی که گناه کبیره مرتکب بشه ولی در دنیا با او معامله مسلمان میشه یعنی در برخی از مسائل با او معامله مسلمان میشه ولی نمیتوانیم آن را مسلمان یا مؤمن بگین. در برابر اینها اینها گروه های فراتیانت که با انجام گناه کبیره فرد را کافر میدانند. در برابر اینها گروه ها دیگر قرار میگیره که با آنها مرجعه میگن. این گروه تو فعلا هم وجود داره معتزله هم وجود داره خوارج هم وجود داره اینها مسمیاتی که زمان بر اینها گذاشته شده ولی امروز هم وجود داره ولی نام عوض کردن پست عوض کردن وگرنه همان افرادن عقیده همان عقیده هست فکر همان فکر هست ولی تفاوت در این است که اینها نام عوض کردن نام دیگری بالای خودشان گذاشتن حالا این مرجعه چی میگویند اینها باب تفریط را گرفتن میگن گناه بر انسان ضرر نمیرسانه حتی برخی از اونها معتقدند که اگر انسان گناه کبیره هم بکنه وارد جهنم نمیشه بلکه مستقیم وارد بهش میشه و گناه بر او نمی نمیرسانه و یا به تعبیر دیگری که به تعبیر علمیترش بگیم میگن مرجعه میگن که عمل در حقیقت ایمان و در اصل ایمان داخل نیست بلکه آن را خارج میداند خب اونها هم از خود دسته هایی دارن برخی ها در باب خیلی افراد کردن و برخی ها یعنی اختلاف آنها که با آنها مرجعی فقه ها میگند اختلاف آنها با اهل سنت فقط در اختلاف لفظی میشه گفت هست اختلاف اختلاف جدی نیست بلکه اختلاف اختلاف لفظی است ولی در اصطلاح علما به اونها مرجعی فقه ها گفته میشه ولی این اصل مرجعون اونهایی که خطرناکن و در این باب عقیده و فکر آنها بر این است این عقیده و باور خراب را دارند اما در برابر این دو گروه افراطی و تفریتی یعنی گروه هایی که تندروی می و گروههایی که تساهل می در این باب بیپروایی می کنند چون می‌دانید افراط یعنی تندروی تفریط یعنی بیپروایی تساهل در میان اینها اهل سنت هستند اهل سنت و جماعت میگویند این گناهی ای که شما یا مرجع میگویید نیست که گناه بر انسان ضرر نکنه بلکه انسان وقتی گناه انجام میده چون میدانید که در ایمان درجات هست در ایمان تفاضل وجود داره این گناه نیست که همه درجات ایمان آنها یکی باشه در درجات ایمان تفاضل وجود داره اون فرد فاسق که گناه کبیره مرتکب میشه با آن مؤمن فاسق گفته میشه مؤمن کامل گفته نمیشه مؤمن فاسق گفته میشه ولی با اون معامله مسلمان و مؤمن میشه و او را کسی نمیتونه تکفیر بکنه و بگه این کافره با انجام گناه کبیره فرد کافر نمیشه در آخرت هم برمیگرده به مشیت الله متعال که الله سبحانه و تعالی با او چگونه برخورد میکنه نه مثل مرجعه که میگن اصلا وارد بهش نب... اصلا وارد دوزخ نمیشه و نه هم مثل معتزله و خوارج که میگند خالد و مخلد در آتش جهنم میمانه بلکه ما میکن که ما اهل سنت و جماعت و ما اهل اسلام و ما پیروان قرآن و سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام میگن که در آخرت برمیگرده به مشیت الله متعال یعنی به خواسته الله الله خواسته باشه عذابشان میکنه الله خواسته باشه میبخشدشان چنان چه آیات صریح قرآن کریم هم به این مورد اشاره داره از جمله ای که الله متعال میگه در دو جای قرآن کریم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله سبحانه و تعالی کسی که به الله شرک ورزه او را نمیبخشه یعنی شرک مرتکب شده و با شرک مرده ولی و یغفر ما دون ذلك لمن یشا غیر از شرک دیگه مسائل به مشیت الله و به خواسته الله مربوطه اگر الله خواسته باشه میبخشه الله نخواسته باشه نمیبخشه و آیات دیگه هم داریم یغفر لمن یشا و یعذب من یشا الله هر کسی خواسته باشه میبخشه هر کسی خواسته باشه عذاب میکنه اون به خود الله متعال سبحانه و تعالی ارتباط میگیره و ما نمی توانیم در این مورد حکم بکنیم که واقع بدون شک و تردید و صد درصد این نفر این گناه با او برخورد میشه کسی که مرتکب گناه میشه نه کسی که مرتکب کفر و شرک میشه این نکته رو دقت بکنید بله روایات آمده آیات قرآن کریم آمده که هر کس این عمل را انجام بده وارد جهنم میشه اما ما میگیم این به مشیت الله متعال سبحانه و تعالی ارتباط میگیره به خواسته الله متعال سبحانه و تعالی ارتباط میگیره پس بناهند دوستان گرامی در این باب بینندگان عزیز و گرامی در این باب یعنی در باب تکفیر این گروه های افراتی هم هستند گروه های تفریتی و متساهل و گروه های بیپروا هم هستند و در برابر اینها گروه معتدل گروه متوسط و گروهی که الله سبحانه و تعالی آنها را تعریف میکنه و کذالک الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك جعلناكم امه وسطا ما شمر امه وسط و امه معتدل قرار دادين و اعتدال در إن مورد هم هست در موارد مختلف آن تسلیم شدن در برابر قرآن و در برابر اسلام و در برابر سنت پیامبر با آن هست و آن اعتدال پس دوستان گرامی و بینندگان عزیز معنای کفر را فهمیدین معنای تکفیر را فهمیدین و فرقه ای که اولین فرقه ای که متهم به تکفیری بودن هست را فهمیدیم و این که منهج اهل سنت و جماعت در باب مرتکب گناه کبیره چی هست را نیست فهمیدیم و همچنین گروه هایی که به هر حال مرتکب افراط میشن یا تفرید مسائل دیگری در اینجا باقی میمانه که در اقسام کفر هست در مسائل پیرامون زوابط و شرایط کفر تکفیر, تکفیر هست که چی شرایط و چی زوابطی داره که ما خواسته باشیم یک نفر را متهم به کفر بکنین یا متهم به این بکنین که این نفر کافر شده و آیا فرقی در میان کافر و کفر وجود دارد یا ندارد اینها بحثایی است که باز خودش برنامه های خاص میطلبه. اجازه بدین که در این قسمت از خدمتتان رخصت بشم تا قسمت بعد که انشاءالله از ادامه همین بحث در خدمت شما عزیزان خواهم بود همه شما را به الله پاک بی همتا می سفرن. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همین شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته